بچه ها، صبحتون بخیر. انشاءالله که ایام و هفته خوبی رو شروع کرده باشید. من دو تا سوال رو میپرسم، لطفاً جواب هاتون رو با وایس برای من بفرستید. پرسش کلاسیه حتماً، 10 دقیقه بیشتر فرصت نمیدم. توی این 10 دقیقه بفرستید تا منم انشاءالله درس رو شروع کنم. اول از همه دقت بکنید، از درس 3تون هست که در مورد چگونگی توحید و سبک زندگیه. من دقت کنید، اول از همه این سوال رو میخوام ازتون که بر اساس وایسش هم میذارم بچه ها براتون که یه وقت اشکال پیدا نکنید. بر اساس آیه ان الله ربی و ربکم فعبدوه و هذا صراط مستقیم، پیام این آیه چی هست و اینکه بر اساس این آیه چرا باید بندگی خدا رو داشته باشیم؟ سوال دومتون این که بُعد اجتماعی توحید عملی به چه موضوعی میپردازه، یا جامعه توحیدی دارای چه ویژگی هایی هست؟ جامعه توحیدی دارای چه ویژگی هایی هست؟ این رو من بر اساس درس سومتون از شما میخوام. انشالله که سریع، الان ساعت 9:40 هست، تا 9:50 یا با وایس یا با تایپ سوالتون پاسخ نامتون یا بنویسید و عکسش رو برای من بفرستید.
بچه ها من جواب رو نفرستید، از هم ببینم حضور دارید سر کلاس، من جواب نفرستید نمره یک کلاسی نمیدم. باید دو تا سوال من رو پاسخ بدید. دیگه سوالم تکرار نمی کنم، چون توی واتساپ ویسش رو هم گذاشته بودم. تا 10 دقیقه به 10 فرصت داشتید. بریم سراغ بحث درس چهارممون، فقط برای تو و اخلاص هست. اگه یادتون باشه من براتون توضیح دادم توحید به معنی یک تا پرستی، یعنی فقط خدای متعال رو بدون هیچ گونه شریکی. یعنی محور و اندیشه اعتقادی ما اون نگرش توحیدی مونه که کلمه لا اله الا الله اون رو مسجل میکرد نفی هر گونه الهی و اثبات خدای یکتا. پس برای خداوند کار کردن میشد چی؟ میشد برای او به دور از هر نوع شرکی. که توی مراتب توحید گفتیم خدا در خالقیتش، در مالکیت، در ولایت، در ربوبیت تنهاست بدون هیچ شریکی. و شرک به خداوند یعنی در کنار خداوند کسی یا چیزی در خالقیت، در مالکیت، در ولایت، در ربوبیت همراه او شدن. امروز میخوایم بگیم که میخوایم فقط برای خدا. اگه یادتون باشه توی کتاب سال اولتون توی دینی دهم متوجه شدید که چی بود؟ اینکه هدف از خلقت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، اینکه عبادت عبد و بندگیش رو بکنن. هدف خلقت یعنی تقرب و نزدیکی به کی بود؟ تقرب و نزدیکی به خداونده. پس بنده‌ای که میخواست بره در مسیر و مجرای الهی باید در مسیر خداوند حرکت کنه آنگونه که خود خداوند بیان کرده. پیامبر خداوند خودش به پیامبر گفت که خیلی ها هستن که بدون این که بخوان وارد بحث چی میشن؟ شرک میشن. و حضرت رسول صلی الله علیه ورود به شرک رو برای ما مثال زدن به راه رفتن مورچه سیاهی بر تخت سنگ سیاهی در دل شب. یعنی اینکه نامحسوس نامحسوس، یعنی هر کسی اون رو متوجهش نخواهد شد، یعنی هر کسی متوجه اون نمیشه. پس بر اساس همین این شرک به صورت خیلی نامحسوس بدون اینکه خود فرد بخواد واردش میشه. خدای متعال در قرآن بیان میکنه قل انما اعظکم بواحده، بندگانش رو دعوت میکنه به تنها چی؟ اون به واحده، تنها پند و اندازی، این که ان تقوموا لله، چیکار کنید؟ قیام بکنید فقط برای خدا. قیام یعنی هر عملی، هر کاریتون برای کی باشه؟ برای تقرب و نزدیکی خداوند. پس تنها پند و اندرز و نصیحت خداوند تنها قل انما اعظکم بواحده، تنها موعظه خداوند در قرآن اینه که ان تقوموا لله، برای خداوند قیام کنید. چی؟ مثنا و فرادا، دوتا دوتا و تکی. یعنی این که شما هم اخلاص در بُعد فردی هم اخلاص در جمع رو داره، جامعه رو داره. یعنی هم جامعه باید برای خدا، هم فرد بشه انسان مخلص، هم جامعه بشه چی؟ جامعه مخلص. برای هر دوتاش بیان کرده مثنا و فرادا. این فرادا این چی؟ مثنا. این اشاره به جمع، اشاره به فرد داره. پس بر اساس همین میگه باید اخلاص هم تو بُعد فردی هم تو بُعد اجتماعی صورت بگیره. یعنی این که ما خود کلمه اخلاص
دیدید ما علک میکنیم، از صافی رد میکنیم تا ناخالصی ها رو بگیریم. خدا هم همینه، میگه یعنی اخلاص یعنی خالص شدن هر چیزی از غیر خودش، خالص شدن هر چیزی از غیر خودش، یعنی اون چیزایی که ناخالصی داره رو بذاریم کنار. پس یعنی عملمون عیناً بشه برای کی؟ برای خداوند. پس فقط برای خدا. پس فهمیدید معنی درس که گفته فقط برای تو یعنی برای خداوند. اینکه ان تقومو به درستی که تقومو لله، تقومو قیام کنید، برخیزید برای خدا، یعنی فقط قل انما اعظکم بواحده ان تقومو لله، قیام کنید فقط برای خدا. مثنا و فرادا، مثنا و فرادا، فقط دوتا دوتا و تنها. پس یعنی متوجه میشیم که حالا عمل ما دارای دو بوده، عمل وقتی بررسی میشه دارای دو بوده، یک حسن فعلی عمل، دو حسن فاعلی عمل. حسن فعلی چیه؟ حسن فاعلی چیه؟ دقت کنید، مثلا شما نماز میخونید، نماز رو اقامه میکنید، اقامه نماز، اقامه نماز باید برای کی باشه؟ برای خدا. این میشه چی؟ این میشه حسن فاعلی، یعنی اون کاری که انجام میشه فقط برای رضایت الهی. اگه این باشه دارای حسن فاعلیه، یعنی نیت عمل، یعنی نیت عمل. اما حسن فعلی، حسن فعلی یعنی پس آن گونه که خدا دستور داده، یعنی عمل به دستور خدا عیناً اونجوری که خدا گفته. مثلا خدا گفته نماز صبح رو از اذان صبح تا طلوع آفتاب، پس این یعنی دو رکعت، این هم این توحید اینجوری بخونید، این میشه حسن اونجوری که خدا گفته عمل بکنیم، میشه حسن فعلی. حالا دقت کنید، حسن فاعلی حکم روح رو داره و حسن فعلی حکم جسد و کالبد رو داره، جسمش رو داره و کالبدش رو داره. پس این حکم کالبد رو داره. پس بر اساس همین هست که هر عمل ما باید برای خدا باشه. چرا؟ چون در مسیر عمل ممکنه ما به خطا بریم. اون خطای چیه؟ خدا تو قرآن در آیه 40 سوره یاسین براتون مشخص کرده، الم احد الیکم یا بنی آدم، آیا فرزندان آدم، بنی آدم، فرزندان آدم با شما عهد نکردیم که چی؟ الا تعبد و شیطان، عبادت نکنید شیطان رو، انهو لکم عدو و مبین، او دشمن آشکار شماست. پس چیکار کنید؟ انه بدونی، خدا رو پرستش کنید. هازا صراط و مستقیم، که این فقط تنها راه درست و صحیحی است که خدا بیان کرده انجام بدید. پس دقت بکنید، میگه باید برای خدا انجام بشه، این اون چیزی که باید انجام بشه که حسن فعلی فاعلیمون نیتمون هست، عملمون برای رضای خدا باشه، و حسن فعلیمون کمیت و کیفیته. دقت کنید، حسن فعلی کم و کیفه، حسن فاعلی نیت عمله،
اون عملی رو که میخواید انجام بدید، فقط برای خداوند باشه. پس بر اساس همین قصد و نیت حکم روح عمل داره و شکل عمل هم در حکم جسم و کالبد اون روح قرار داره. پس بنابراین عمل بدون نیت یعنی جسم بدون روح هیچ فایده ای نداره. جسم بدون روح هیچ فایده ای نداره. پس بر اساس همین اصل موضوع حیاتیه که به اون عمل داده میشه و اون حیات روحه، که حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودند نیت المؤمن خیر من عملهی. نیت مؤمن بالاتر است از خود عمل، که اینجا تقدم حسن فاعلی بر حسن فعلی. حسن فاعلی تقدم دارد بر حسن فعلی. حالا دقت کنید بچه ها، یه وقتایی هست که شما حسن فاعلی دارید اما فعلی ندارید، فاعل رو دارید فعل رو ندارید. این باز پاداش داره. مثال چی؟ نیت میکنید صدقه بدید، یادتون رفت، وقتی یادتون میره حسن فعلی نه حسن فعلی ندارد، حسن فاعلی دارد، پس پاداش داره. یه وقتی نه، حسن فعلی دارد فاعلی ندارد، یه عمل خونساز، کاری بهش نداری. اما یه وقتی هست که حسن فعلی دارد اما حسن فاعلی نداره، یعنی برای رضای خدا نیست. اگر حسن فعلی داشته باشه فعلو، اما به خاطر خوش آمد دیگران باشه، وقتی که حسن فعلی دارد حسن فاعلی ندارد، برای رضای خدا نیست، برای خوش آمد دیگرانه، این عمل میشه ریا، این عمل میشه ریا. پس دقت بکنید. پس بر اساس همین فاعل الخیر، آقا امیرالمومنین فرمایند فاعل الخیر خیر رو میگه، عمل خیر که انجام میشه چیه؟ مهم اون کسی که اون عمل با چه نیتی انجام شد. و فاعل الشر شر من، و اون عملی رو که انجام میده که شره، کار شره، از اون شر چیه؟ پذیرفته میشه. پس دقت کنید، اهمیت حسن مهم اینه که تو هر عملی رو که انجام میدی با چه نیتی انجام میدی. پس بر اساس همین نیت عمل یه بعد قضیه است و خود عمل یه بعد دیگه. چه حسن فاعلی یا نیت حکم ستون و چهارپایه های اساسی عمل هست برای رضای خدا، و بعد در کنارش اونجوری که خداوند فرمان داده باید انجام بشه. پس انسان مؤمن میکوشه که چیکار کنه؟ نیت خودش رو برای خدا خالص بکنه و عمل خودش هم به خاطر خدا انجام بده، عمل رو همون جوری که خدا گفته و دستور داده انجام بده. پس هر جا که عملمون به لحاظ کم و کیف، زمان و مکان و اینها مورد بررسی قرار بگیره میشه چیه؟ حسن فعلی. و وقتی که به نیت خداوند باشه و به خاطر رضا و خوشنودی خدا باشه میشه حسن فاعلی. خب حالا اگه که دقت کنید، اگه حسن فعلی داشته باشه حسن فاعلی نداشته باشه میشه ریا، و بر اون اساس به ریا کارش رو انجام داده. خب پس بر اساس همین عمل باید به چی برسه؟
عمل باید به اون معرفت و اون ویژگی خاصش برسه تا بتونه قابل پذیرش واقع بشه. خب حالا دقت کنید بچه ها، بیایید توی صفحه 43 تون این دوتا آیه، بر اساس این دوتا آیه مهمترین راههایی که خداوند گذاشته بر عمل، هم حسن فاعلیه هم حسن فعلیه، که حالا برای این که بتونیم به اون اخلاص برسیم، به اون حسن فاعلیه برسیم و اون حسن فعلیه رو داشته باشیم، باید چه اقداماتی رو انجام بدیم. پس بر اساس همین میخوایم راههای تقویت اخلاص رو ببینیم چیا هستن. پس اخلاص یعنی عملی که هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی داشته باشه. حالا میخوایم بر اساس اون ببینیم راههای تقویت اخلاص چیا هستن. راههای تقویت اخلاص، خب دقت کنید، اولین راهش افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند. افزایش معرفت، معرفت رو بچه ها من چه گفتم؟ از سطح ظاهری امور رد شدن به درون اون توجه کردن که غیر از خدا هیچ چیزی رو درونش نمیبینیم. پس افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند. خب حالا دقت کنید توی این معرفت یه پیوند محکمی بین کی به معرفت میرسه؟ خب اون کسی که به ایمان رسیده. پس دقت کنید، ایمان موجب چی میشه؟ عمل میشه. حالا ایمان موجب عمل خواهد شد، یعنی من وقتی با ایمان به اون عملم رو انجام بدم، خب هرچه ایمان من بیشتر بشه معرفتمون نسبت به خداوند بیشتر میشه. حالا هرچه معرفت بیشتر بشه اخلاص بیشتر خواهد شد. پس مهمترین راه کسب معرفت تفکر و اندیشه در اون چیزی که خداوند قرار داده. پس اگه کسی قفلت بکنه و به آیات الهی توجه نکنه، از اون معرفت به دور میشه. پس رابطه ایمان و معرفت، ایمان عمل، نتیجه چی میشه؟ معرفت. حالا هرچه معرفت بیشتر، اخلاص بیشتر، درجه اخلاصش چی میشه؟ بالاتر میره، درجه اخلاصش بیشتر خواهد شد. پس ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و اخلاص هست. هر قدر معرفت ما به خدا بیشتر بشه درجه اخلاصمونم بیشتر خواهد شد. پس به همین دلیله که میگن در آیات خداوند تفکر بکنید، یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادته. پس دقت کنید، بر اساس همین هست که کسایی که دچار غفلت میشن از آیات الهی خودشون رو دور میکنن. پس افزایش معرفت نسبت به خداوند از یکی از راه های تقویت اخلاص و بندگی هست. پس یعنی هر کاری رو که انجام میدیم برای نزدیکی و تقرب به کی باشه؟ خداوند. حالا کسی که به معرفت میرسه چی کار میکنه؟ وقتی به معرفت میرسه راز و نیاز میکنه. پس با خداش چی کار میکنه؟ راز و نیاز میکنه، یعنی به پیشگاه خداوند خواسته هاش رو بیان میکنه. پس
بیان خواسته ها برای خداوند. پس بر اساس همین شروع میکنه به چی؟ راز و نیاز کردن، که اقم الصلاه لذکری، برای خداوند نماز به پای دارید و با اون خدا رو یاد بکنید. پس دقت بکنید، حالا هر کسی نیایش بکنه، عرض نیاز به خدا بکنه، پس نیایش یا عرض نیاز علت، چون به خداوند بیان میکنه، چون از خداوند میخواد، خب غفلت از خدا کم میشه. پس نیایش موجب کاهش، نیایش موجب کاهش غفلت میشه، و وقتی غفلت از انسان کم بشه، محبت خدا در قلبمون زیاد میشه. پس کاهش غفلت افزایش محبت، و همین که محبت افزایش پیدا میکنه، در قلب تقویت میشه، خب موجب کمک الهی میشه. افزایش محبت نتیجهش کمک الهی. دیگه اینجا خدا بهش کمک میکنه. پس خداوند در بیان کرده اقم الصلاه لذکری، نماز بالاترین ذکر هاست. خب پس بر اساس همین، حالا از چیکار میکنه؟ با خدا راز و نیاز میکنه و با او در ارتباطه. حالا کسی که خدا رو فهمیده، به معرفت رسیده، باهاش راز و نیاز میکنه، اون کس وقتی با خدا راز و نیاز میکنه، برای اینکه خدا رو از دست نده، دیگه ترک گناه میکنه، انجام واجبات، ترک محرمات. پس دوری میکنه از گناه و انجام واجبات، دوری از گناه و انجام واجبات، ترک محرمات، انجام واجبات. پس بر اساس همین اخلاص و بندگی، ریشه درخت اخلاص و بندگی رو چیه؟ گناه از بین میبره و به تدریج اونو چی؟ خشکش میکنه. ترک گناه موجب میشه تا دیگه از اون خداوند غافل نشه، اطاعت و بندگیشو به جا بیاره، که بالاترین واجبی که به خدا نزدیک میکنه، بالاترین عمل روزه هست. بالاترین عمل برای نزدیکی به خداوند چیه؟ روزه هست. پس بر اساس همین ترک گناه و انجام واجبات، اطاعت از خداوند سبب میشه تا اخلاص تقویت بشه. پس به همین دلیل که خداوند رزقشون رو، روزیشون رو، کسایی که به اخلاص میرسند رو بیشتر میکنه. حالا ثمرات اخلاص چیه؟ میوه این درخت اخلاص چیا هستن؟ ثمرات درخت اخلاص. خب بچه ها، اینا ترتیب مهم. معرفت باعث میشه تا به راز و نیاز برسه، راز و نیاز رو از گناه دور میکنه و به انجام باید. حالا ثمرات درخت اخلاص چیا هستن؟ ثمرات درخت اخلاص چیا هستن؟ حالا کسی که بنده مخلص شد چه اتفاقی میفته؟ اول از همه درجاتی از حکمت رو کسب میکنه. پس به چی میرسه؟ به حکمت میرسه، به درجه بالا به نام حکمت میرسه، مثل لقمان حکیم. ببینید لقمان حکیم
به اون معنا علم محکم و استوار میرسه. پس حکمت یعنی علم، حکمت یعنی علم محکم و استوار میرسه. پس به اون حکمت محکم و استوار دست پیدا، اون علم محکم و استوار دست پیدا میکنه. بعد پس چون به حکمت میرسه لغزشی نداره، گناهی نداره. پس حالا که به حکمت رسید، حکمت موجب چی میشه؟ بصیرت. یعنی در هر چیزی فقط خدا رو میبینه و همه چیز رو نشانه ای از خداوند میدونه. خب حالا وقتی به بصیرت میرسه چه اتفاقی میفته؟ حق از باطل را جدا میکنه. پس به جدایی حق از باطل میپردازه. پس خداوند حکیم کسی که به این برسه مثل لقمان حکیم به اون درجه حکمت نائل میشه. خب که حضرت رسول صلوات الله علیه فرمان هر کسی که عملش رو برای خدا خالص بکنه، چشمه های حکمت و معرفت از دل و جانش جاری میشن. حالا کسی که به حکمت و بصیرت و تو مسیر حق قرار گرفته، با باطل کار نداره، میرسه به چی دست پیدا میکنه؟ به این که دیگه شیطان درش نفوذ نمیتونه بکنه. نفوذ ناپذیری و دیگه اصلا نمیتونه بیاد. نفوذ ناپذیری در مقابل وسوسه های شیطان. پس کسی که به این مرتبه میرسه، انسان مخلص، دیگه فریب وسوسه شیطان رو نمیخوره. چرا که شیطان خودش اقرار کرده توانایی فریب انسان مؤمن رو نداره. شیطان اقرار کرده که توانایی فریب انسان مؤمن رو نداره. خب حالا دیگه کسی که به حکمت رسیده دیگه شیطان نمیتونه درش نفوذ بکنه. حالا اینجاست که خداوند پاداش های غیر قابل توصیف بهش میده. دریافت پاداش بسیار بزرگ که قابل وصف نیست. دریافت پاداش وصف ناشدنی. خب دقت کنید، بنده ای که برای خدا خالص میشه، خب از اون جمله این پاداشی که بهش داده میشه اینه که به قول آقا امیر مومنان علیه السلام، دوست دلهای عارفان میشه. پس نهایت آرزوی عارفان میشه، دوست دلهای صادقان میشه، ولی مؤمنان میشه و نهایتاً معبود عالمیان رو فقط قابل پذیرش براش. پس به همین دلیل میرسه به درجه بالایی از اخلاص که دیگه پاداش هایی به دست میاره که هیچ کجا به او داده نمیشه. این نشانه چی بود؟ اخلاص و رسیدن به درخت اخلاص هست. اگر سوال دارید بفرمایید، اگه نه بریم سراغ متن کتابمون. میخواید بنویسید؟ بنویسید اینا رو. یه چند دقیقه من صبر میکنم بنویسید، بعد براتون عکس تابلو رو هم میفرستم. خب بچه ها توی شاد حتما وارد شید، حضور غیابتون رو بزنید، چون اونجا جزوه ها و جزوه های متفاوت دیگه، نمونه سوال ها، نمونه تست ها وقت براتون
خواهد اومد. پس دقت کنید خودتون اونجا وارشید، حضور غیابتون رو بزنید تا خب من نمیدونم وایسا الان من اینجا که دارم میبینم وایسای من کامله، هیچ مشکلی نداره. حالا من الان 10 دقیقه فرصت میدم اینا رو میتونید بنویسید. خب یه لحظه گوش کنید، الان 10 و 17 دقیقه، 10 و 20 دقیقه است. خب اینا رو بنویسید، منم عکس تابلو رو براتون میفرستم. 10 دقیقه بهتون فرصت میدم دوباره اون جوابا رو برام بفرستید. شاد هم نصب کنید بچه ها، شاد و حتما نصب کنید. حتما اونجا من جزوات همکارای دیگرم براتون میفرستم، نمونه تستای مختلف هست توش، میتونید خیلی خوب ازش استفاده بکنید. پس ببینید الان 10 و 18 دقیقه است، تا 10 و نیم خب تقریبا میشه در تا 10 و نیم من صبر میکنم. جزوها رو میتونید بنویسید، البته من تا تابلو رو عکسشو براتون میفرستم. بعد جواب اون سوالا من بفرستید، سریع برام بفرستید. ببین بچه ها من شاد رو نمیدونم اینکه حالا گوشیاتون چیه اینا، بالاخره یه جایی نصبش کنید دیگه. با حالا بالاخره یه گوشی قبلا داشتید دیگه که الان نمیخوایدش، یه وقتایی واردش بشید و ازش استفاده بکنید. چون هم من هم همه همکارای دیگه توی این رشته ها توی از به صورت کشوریه بچه ها، و انواع سوال ها، انواع نکته ها، انواع جزوه ها رو براتون میذارم که میتونید ازش استفاده کنید. نهایتا اونا هم بذارن شما نتونید دسترسی بهش پیدا کنید، من میگیرم و براتون اونجا میفرستم. خب حالا فعلا اون سواله من جواب بدید که من نمره بذارم براتون. فعلا اون سواله رو جواب بدید. سر 10 و نیم میخوام دیگه بچه ها، سر 10 و نیم جواباتون رو بفرست دیگه، تا 10 و نیم فرصت دارید بفرستید، یا با وایس یا با هر چیزی. Thank you.
خب بچه ها من شماره های موبایلتون رو که سیو ندارم، که تو گروهتون هم که میفرستید اشکال نداره، فقط با اسم فامیلتون باشه، چون من دارم اینجا چک میکنم و دارم جلوی اسماتون علامت میزنم. اینو دقت کنید، 5-6 دقیقه دیگه هم بیشتر فرصت ندارید. بچه ها بدون اسم نمیپذیرم و بعد بگید چرا علامت نذاشتید، ما فلان تاریخ در جواب دادیم. ها
خب بچه‌ها، من نمونه های سوالاتی هم که از درس چهارم میتونه داشته باشه براتون فرستادم، اینو دقت بکنید که استفاده بکنید ازش و جلسه بعد از همینا میپرسم انشاءالله. خیلی خوب بچه ها، ممنون اونایی که فرستادید، دیگه از اینجا بعد نمیپذیرم. من وایساتون رو گوش دادم، مثل خانم محمدی، مثل خانم خاکباز، اینا رو گوش دادم، نگار مال تو هم دیدم، شیوا تو هم خوب بود. بعضی از بچه ها اصلا اسم و فامیل نداشت، اونا رو نمیخوام، کارشون ندارم. خانم کاغذگران، خانم حلبیان، اینا رو من دیدم. بقیه هم اونایی که دیگه تموم شد فرصتتون، نمیتونم دیگه اونا رو باز بکنم، پس دقت کنید برای جلسات بعدی یه خورده سرعتتون رو ببرید بالاتر. خب باز کنید کتاباتون رو، دقت بکنید. میریم سراغ کتابتون، درس چهارم، این فقط برای تو. توی همون مقدمه صفحه 42 تون رو نگاه کنید، آیه رو زیرنویس کتابتون دارید. آیه توی اول صفحه بگو: همانا نماز و عبادت‌هایم و زندگی و مرگم فقط برای خداست که پروردگار جهانیانه. قل ان صلاتی و نسکی، که شما اینو توی دین و زندگی دهمتون هم داشتید. قل ان صلاتی و نسکی و محیایم و مماتی لله رب العالمین. آیه 162 سوره انعام. دقت کنید بچه‌ها، اون ان صلاتی اهمیت نماز رو میگه، بیان توحید عملیه، چون بحث عبادت رو گفتم هر جا از شما عملی و خاص میشه توحید عملی. پیامش زندگی به خاطر خداونده، پیامش زندگی به خاطر خداونده. خب اینقدر نماز اهمیت داره که اینجا گفته قول ان صلاتی و، که جدا کردن نماز از به دلیل اهمیتش از بقیه عبادت ها. خب اونجایی که گفته رب العالمین، با توجه به رب العالمین، توحید در ربوبیته، توحید در ربوبیته. خب دقت کنید، پس این آیه کاملترین تعبیر درباره زندگی به خاطر خداست. پس مشخص میشه هدف خلقت یعنی عبودیت و بندگی خدا. عبودیت بندگی خدا. خب نگاه کنید توی همین مقدمه گفته اکنون شایسته است بدانیم چگونه میتوان به سوی پرستش خالصانه، یعنی توحید عملی. هر جا خالص اومد یعنی توحید عملیه. خب توحید عملی هم دقت کنید که از اندیشه وارد قلب میشه و به صورت عمل مشخص میشه خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دقت کنید بر اساس این آیات میخوایم یکی یکی نکات آیات رو دقت کنیم و متوجه بشیم. من شمرده و آروم میگم، خیلی خوب دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. قلش چون مخاطب پیامبر صلوات الله علیه، پس خطاب به پیامبر هست، یعنی به صورت انحصاریه،
یعنی فقط یک قیام، یعنی فقط یک حرکت، اونم برای کی؟ برای خداونده. حالا به چه صورت؟ اجتماعی و فردی، به صورت جمعی و فردی. حواستون تو گزینه ها باشه، چون مثنا اول اومده بعد فرادا، پس اجتماعی و به صورت فردی. پس دقت کنید، آیه بیانگر قوه اختیاره، آیه بیانگر قوه اختیاره، یعنی هم در عمل هم در حرف. پس بر اساس این آیه تحقق توحید عملی در همه ابعاد، چه اجتماعی و چه فردی، بر اساس متن فرادا گفته تقدم بعد اجتماعی بر بعد فردی. خب بریم سراغ آیه دوم. بر اساس آیه 60 و 61 سوره یاسین، الم احد الیکم یا بنی آدم. اینجا احد همان فطری بودنشه، ها؟ به صورت فطری، عهد فطری با بندگانش بسته. الا تعبدو، که شیطان رو عبادت و بندگی نکنن. پس عهد فطری که در این آیه اومده عدم پرستش شیطان، عدم پرستش شیطان. دقت کنید بچه ها، آیه بعدیتون الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. عهد فطری انسان که خدا باش بسته چیه؟ عدم پذیرش شیطان. چرا؟ انهو لکم عدو مبین، چون او دشمنی است آشکار. و عن بدونی، خدا رو پرستش کنید، که اون چیه؟ هازا صراط و مستقیم، راه درست و صحیح، راه خداوند است. پس پیام آیه، پیام اصلی آیه، گرایش فطری پرستش خداوند و نفی بندگی شیطان. بچه آیه بیانگر توحید عملیه، آیه بیانگر توحید عملیه. خب دقت کنید، خب بچه بین آیه 46 سبع قل انما اعظکم بواحده و آیه 60 و 61 یاسین الم اعد الیکم یا بنی آدم، دقت کنید این دو آیه با همدیگه قرابت دارن. از چه جهت؟ یک، هر دو آیه بیانگر قوه اختیار است. دو، هر دو آیه بیانگر توحید عملی است.
سه، هر دو آیه بیانگر اخلاصه. بچه ها دقت کنید، آیه 60 و 61 سوره یاسین، علم احدکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، با آیه ان الله ربی و ربکم قرابت معنایی داره. چون هر دو بیانگر چی هستن؟ توحید عملی یا اخلاص. بچه ها با آیه دو سه انسان و ما خلقت جن و الانس لاله عبدونی قرابت داره. بچه ها هر دو آیه هم حسن فاعلی داره هم حسن فعلی، هم حسن فاعلی هم حسن فعلی. دقت کنید بچه ها، زیر آیات توی کتابتون رو ببینید، هدف خلقت انسان تقرب به خداست. انسان همواره بر سر دوراهی. از اینجا میشه پیام آیه 60 و 61 یاسین. مهمترین راههایی که خدا برای بنده‌هاش قرار داده چی هست؟ دوراهی، که یکی بندگی هوای نفس و شیطان و دیگری بندگی مسیر توحید. پس دقت کنید، یعنی باید برای رضایت الهی باشه. خب دقت کنید، پیامبر صلوات الله علیه حدیثی رو بیان می کند. پیام حدیث این که انسان آهسته منحرف می شود و از عبودیت خارج می گردد. خب نگاه کنید، حدیث پیامبر در روایت از پیامبر اکرم آمده که راهیابی شرک به دل انسان از راه رفتن مورچه سیاه در شب تاریک بر تخت سنگی سیاه پنهان تره. بیانگر شرک خفیه بچه ها، بیانگر اینه که برخی انسان ها در ظاهر موحد اما در عمل دچار شرک می شوند. پیام حدیث حضرت رسول صلوات الله علیه، مخفی بودن شرک و شرک به صورت آفت بیان میشه. خب دقت کنی، از اینجا گفته پس باید ببینیم چگونه از حلیم دل پاسبانی کنیم تا آفت شرک به اونها راه پیدا نکنه و عمل ما مخلص بشه. پس چون از دل پاسبانی می کنیم، پس شرک در عمل و اخلاص وجود نداره. خب
دقت کنید بچه ها، یک بیت داری. پاسبان حرم دل شده امشب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. بچه ها توحید عملی رو بیان میکنه، توحید عملی رو بیان میکنه که راه آن را خود انتخاب میکنند. راه اخلاص مراقبت و محافظت از دل و اندیشه. این مال این صفحه که آیاتش رو براتون کامل گفتیم. اگر سوال دارید این قسمت رو بپرسید، اگر نه من برم سراغ صفحه بعدی چون خیلی نکته و مطلب داره. خب مال این صفحه، یه صفحه برید جلوتر، یعنی صفحه بعدیتون، صفحه چهل و چهار. اخلاص در بندگی رو داره میگه. اولم کلمه خود اخلاص رو معنی کرده، دقت کنید. اخلاص به معنی خالص کردن، اخلاص به معنی خالص کردن در لغت بچه ها، اخلاص در لغت به معنی خالص کردن. خالص کردن یک چیز از غیر خودش. حالا کاربرد دینی اخلاص در بندگی به چه معنایی است؟ کاربرد دینی به این معنا که فقط برای رضای خدا میشه حسن فاعلی، همان گونه که او دستور داده میشه حسن فعلی. همینجا علامت بزنید، خط دوم صفحه 44، فقط برای رضای خدا حسن فاعلی، همان گونه که او دستور داده حسن فعلی. حالا اسلام اخلاص شرط قبولی تمام اعمال است. پس شرط قبولی عمل از دیدگاه اسلام چیست؟ اخلاص. شرط قبولی عمل اخلاصه. خب دقت کنید، اخلاص دارای مراتبی داره، اخلاص هم مراتب داره. حالا بر اساس سخن حضرت رسول صلوات الله علیه، مؤمنان با توجه به مراتب اخلاصشان بر یکدیگر برتری پیدا میکنند. پیام حدیث پیامبر صلوات الله علیه، اخلاص در بندگی و مراتب آن که موجب فضیلت مؤمنان خواهد شد. خب بعد اومده تو خط بعدی اقص اقسام توحید عملی رو گفته. عمل از چند جزئه؟ دو جزئه. عملی که نیت داشته باشه و دوم عملی که عینش رو اونجوری که خدا گفته داشته باشه.
پس تقسیم حسن فاعلی یعنی نیت و حسن فعلی یعنی اونجوری که خدا بیان کرده. حسن فاعلی یعنی قصد و نیت، همان روح عمله، و شکل عمل یعنی حسن فعلی کالبدشه، که کالبد بدون روح هیچ مفهومی ندارد. بر اساس همین پیامبر صلوات الله علیه حدیثی رو دارن. پیام حدیث رو دقت کنید: نیت المؤمن خیر من عمله. نیت مؤمن از عملش بالاتره. و بعد در یه جای دیگه گفته انما الاعمال بالنیات، تقدم حسن فاعلی بر حسن فعلی، تقدم حسن فاعلی بر حسن فعلی. خب پس دقت کنید، شرط اول هر عمل نیت آن که برای رضایت خداوند باشه. بر اساس این حدیث برتری نیت بر عمل یا برتری حسن فاعلی بر حسن فعلی. پس شرط اول هر عمل نیت آن است. خب حالا حدیثی از امیر مومنان، تو تفکر در حدیث رو ببینی: فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من، انجام دهنده کار نیک از اون کار بهتره و انجام دهنده کار شر از اون شر بدتره. پیام حدیث امیر مومنان اهمیت حسن فاعلی نسبت به حسن فعلی. حدیث تقدم حسن فاعلی بر حسن فعلی است. خب حالا نگاه کنید، سوال پرسیده در این سخن حضرت علی علیه السلام فاعل الخیر و خیر من و فاعل الشر و شر من، گفته تفکر کنید رابطهشو با اخلاص بگید. دقت کنید، کسانی که اخلاص یا حسن فاعلی و حسن فعلی را دارند تا نیت و قصد قلبی انسان از یک کار خدایی نشود، آن عمل خدایی نمی شود. این عمل تفکر در حدیث. خب دقت کنید صفحه 45: انسان مؤمن علاوه بر این که میکوشد، دقت کنید از این خط،
خب ببینید بچه ها، توی صفحه 45 انسان مومن علاوه بر این که میکوشد نیت را خالص کند، عمل را به خاطر خدا. پس اول حسن نیت خودش رو خالص کنه، حسن فاعلی، عمل برای خدا، حسن فاعلی، تلاش میکنه عمل را به همون صورت، میشه حسن فعلی. یعنی عمل از جهت کیفیت کمیت میشه حسن فعلی، زمان مکان میشه حسن فعلی، شیوه حسن فعلی که خدا میخواد انجام بده. مثلا اگر خدا و امر فرموده که نماز صبح در دو رکعت حسن فعلی، با یک رکوع فعلی، دو سجده فعلی در رکعت و قبل از طلوع آفتاب انجام شود، فعلی. انسان مؤمن نیز تلاش میکنه نماز خود را به همین صورت انجام دهد تا صحیح و درست باشد، تا صحیح و درست. خب پس در هر دو عمل اینجا اجزای عمل رو معرفی کرده، حسن فعلی و حسن فاعلی. پس هر عمل از چند جزء ساخته شده؟ یکی حسن فعلی، یکی حسن فاعلی. دقت کنی، حسن فاعلی، حسن فاعلی به چه معنایی است؟ که یعنی نیت به صورت الهی باشه. و حسن فعلی یعنی این که همون گونه که خدا بیان کرده انجام میدیم. خب نگاه کنید بچه ها، یه بررسی شامل دو تا قسمت داریم. با توجه به این که ریا در مقابل اخلاص قرار میگیره، بررسی کنید هر یک از موارد زیر مصداق ریا قرار میگیرن یا مصداق اخلاصن. حضور در نماز جماعت اگر برای رضای خدا باشد حسن فاعلی اخلاص داره، اما اگه برای خوش آمد دیگران باشه نه، ریا. کمک به افراد نیازمند در حضور دیگران ریاه، چون خودنماییه. حالا راه های تقویت اخلاص کدامند؟ نام ببرید. ترتیب مهم، ترتیب مهم. خب بالا سرش مثل همین فلشی که من زده بودم تو تابلو عکسشو گرفتم براتون فرستادم، که چیه؟ رابطه بین معرفت و ایمان، هر چه معرفت بیشتر نشانه ایمان بیشتره. پس رابطه بین معرفت و ایمان به خدا اخلاص. پس اولیش افزایش معرفت، شناخت نسبت به خداوند، پیوند محکم میان معرفت و معرفت به خدا و ایمان به خدا هست. خب هر چقدر معرفت ما نسبت به خدا بیشتر باشد به افزایش درجه اخلاص کمک میکنه. پس دقت کنید، هر چقدر معرفت بیشتر به اخلاصمون کمک خواهد شد. خب آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. افزایش معرفت نسبت به خداوند از راه‌های تقویت اخلاصه. حالا افزایش اخلاص دقت کنید، دل ندارد. پس برای افزایش معرفت که باعث افزایش اخلاص میشه، اینجا بیانگر توحید عملیه، بیانگر توحید عملیه. خب نگاه کنید، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار.
بر اساس این بیت افزایش اخلاص موجب تفکر می شود. پس یعنی تفکر در آیات الهی منجر به افزایش معرفت و نهایتاً منجر به افزایش اخلاص خواهد شد. فعلا باشه درستون تا همینجا، انشالله موفق باشید. این تیکر من نکته هاشو انشالله براتون میگم و انشالله براتون جزوهشو توی میفرستم توی گروهتون. به امید خدا موفق باشید.